تنها جانورایی که من توی جزیره دیدم این بزمجه ها هستن که یه چیزی تو مایه های تمساح بی خطرن. کله هاشون هم شبیه ماره ولی خب یه پوست با مزه‌ای روش داره. سفر روی خط قرمز تا اینجا بعد از 80 روز برای من بسیار پربار بوده. ورزیده شدم، آماده شدم، 25 تا ویدیو ساختم، حدود شاید نزدیک 2000 تا عکس گرفتم، با مردم بسیاری معاشرت کردم، در چیزی حدود 21 یا 2 شهر اقامت داشتم، یعنی رفتم اونجا چند روز زندگی کردم. صبح با مردم از خونه زدم بیرون و اونایی که میرفتن سر کار منم کارمو شروع کردم و شبها هم با اونا برگشتم خونه، ولی باز برگشتم سر کارم چون باید ادیت میکردم و بتونم در طول سفر گاهی یه ویدیویی چند تا عکسی برای دوستان آپلود کنم که با سفر من همراه باشن و ببینن که این سفر چه حاصلی داشته و چه نتایجی خواهد داشت. برای من این سفر بسیار حائز اهمیت هستش، بسیار با ارزشه، به خاطر اینکه از هر نظر دارم تمرین میکنم، تمرین ترین میشم، دارم ورزیده میشم. شما ببینید، هم باید فیلم برداری کنم، هم باید ساوند ریکوردینگ کنم، هم بعضی وقتا باید نور پردازی کنم، لایتینگ داشته باشم، همین رو باید حواسم باشه، بدونم کجا باید اتراق کنم برای نقاشی. همیشه همه چیز تازه است، شهرها تازه است، باید آماده بشی برای اینکه توی فضای تازه اقامت کنی. مردم جدید اصولا وقتی باید برخورد میکنن غریبه هستی و چند روز طول میکشه تا باهاشون آشنا بشی و همه چیز عادی بشه، همه چیز آسون بشه. اصولا مردم وقتی یکی رو میشناسن بیشتر بهش اعتماد میکنن، بهش سرویس بهتری میدن. من دقیقا اون لحظه ای که همه چیز آسون میشه مجبورم شهر رو ترک کنم و این بسیار امتیاز خوبی بود برای اینکه بتونم در طول این سفر تجربه بیشتری کسب کنم، با انسان‌های بیشتری برخورد کنم و بدونم که چجوری بایستی روی حاشیه خطر موند. چون راحت طلبی در زندگی که هر کدوم ما دلمون میخواد جامون راحت تر باشه، آدم رو میکشونه سمت منطقه سیف، منطقه امن. از اون برم هیجان طلبیمون یا حس ماجراجویمون ما رو هی دائما میخواد بکشونه تو قسمت خطر. این خیلی مهمه که ما بتونیم تمرین کنیم که روی بین این دوتا بمونیم، برای اینکه گاهی میتونی تو منطقه سیف یا استراحت کنی، انرژی بگیری، قدرت بگیری، جون بگیری و بعد گاهی میتونی بری تو محدوده خطر، تجربه اندوزی کنی، قوی تر بشی، ورزیده تر بشی. نه برای ورزیده تر شدن، نه برای فکر کنید نمایشی نیست، این برای زندگیه. ما واقعا توی زندگیمون احتیاج داریم که آماده باشیم، چون زندگی در شهرهای امروز واقعا از زندگی جنگل هم سخت‌تره و باید همیشه حواست به همه چیز باشه. چه بسا تو جنگل شما میدونید خطر کجاست ولی در شهر نمیدونید، ولی خطر ممکنه در چند سانتی متری شما کمین کرده باشه ولی نمیدونید. روی خط قرمز این تجربه رو زیاد میکنه، نه اینکه به 100% میرسه، هرگز. ممکنه به محضی که برگردم تو شهر اشتباهاتی بکنم یا خطری منو تهدید کنه، کلن تو زندگی ممکنه نتونم خوب پیشرفت کنم، ولی به حال وضع بهتره و دوست داشتنیه دیگه. من
این راهیه که من انتخاب کردم برای این فصل از زندگیم، تجربه اندوزی، تمرین خلاقیت در طول 80 روز. امروز 80مین روز سفر روی خط قرمز. در طول 80 روز 25 تا ویدیو آپلود کردم، ساختم و آپلود کردم و چیزی حدود 2000 تا عکس شاید گرفته باشم از 21 شهر که درش اقامت کردم، از دو کشور تا امروز. دلم میخواد کشور سوم در قاره آمریکای جنوبی، در آمریکا باشه، در آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی. دلم میخواد مکزیک برم، ولی برنامه مکزیک و کشور بعدیش رو میذارم به سال آینده، چون احتیاج دارم برگردم و به کارم برسم و یه مقداری هم خسته هستم، باید از نظر فیزیکی تقویت بشم، انرژی بگیرم تا بشه سفر رو با کیفیت بالا. من اونجایی که احساس میکنم که کیفیت داره کم میشه متوقف میشم و انرژی اندوزی، کار، نه روزمرگی ولی کار و پول در آوردن و به قول معروف آماده شدن برای تجربه و تمرین بعدی. خب من دوربین رو روی کابل برق گذاشته بودم برای اینکه یه خستگی در کنم. اینا این کابل است. ببینید اینجا جزایر 4 تا 5 تا ساحله در این جزیره که اینا رو از روی کوه برق رسانی کردن. همه اینا برقشون رو از بالا میگیرن.